مورد بعدی این هستش که آدرس های مالتیکستی که استفاده میشه به چه صورته. ریپ ورژن 1 به صورت برادکست عمل میکرد. ریپ ورژن 2 روی IP مالتیکست 224.209 عمل میکنه. ERGRP 224.210 استفاده میکنه. OSPF از 224.205 و 6 استفاده میکنه که با هم یاد گرفتیم 206 برای DR و BDR هستش که انتخاب میشه. ماکسیموم تعداد روترهایی که تو ریپ میتونم داشته باشم 15 تاه و اگر در واقع کاست 16 قرار بگیره یعنی این که اون روت فیل شده و دیگه وجود نداره. پس اگر بخوام بگم روت بی نهایت تو ریپ ورژن 2 چنده، میگم 16. توی ERGRP چنده؟ 2 به توان 32 منهای 1. توی OSPF چنده؟ 2 به توان 24 منهای 1 روت بی نهایت که عدد خیلی بزرگی میشه. مورد بعدی این هستش که کار قشنگی که سیسکو کرد، از OSPF تقلید کرد و گفت برای اینکه دوتا روتر با هم دیگه تبادل اطلاعات داشته باشن و دیتابیس خودشون رو با هم عوض کنن، به هم خبر بدن که چه اطلاعاتی دارن، باید قبلش بیان تشکیل همسایگی بدن. خب ما این مورد رو توی OSPF هم داشتیم. دوتا روتر میان به هم دیگه هلو میفرستن، تو اون بسای هلو یک سری موارد رو چک میکنن، اگر اوکی بود با هم دیگه تشکیل همسایگی میدن. توی ERGRP این موارد چک میشه. اولا اگر پسورد گذاشته باشه واسه ERGRP تو دو طرف چک میشه که پسوردها یکی باشه. مورد بعدی اتونوموس سیستم نامبر هست یا ASN هست یا AS هم بهش میگن که این رو تو جای خودش براتون توضیح میدم که این تو تمام روترهایی که قرار با هم دیگه توی ERGRP کار کنن باید این عدد یکسان باشه که این رو تو سناریو بهتون میگم. مورد بعدی این هستش که دوتا روتر باید کی ولیوهاشون یکی باشه که راجع به این موردم تو ادامه براتون توضیح خواهم داد که این چی هستش. و مورد آخر این هستش که دوتا روتر که میخوان تشکیل همسایگی بدن باید توی سابنت ماسک باشن، با این تفاوت که اگر OSPF داشتم این ور اگر بود 10.1.1.1/24 اون ورم باید مثلا بود 10.1.1.2/24 جفتشون باید سابنتاشون یکی بود. ولی چیز خوبی که وجود داره توی ERGRP مثلا اون یکی طرف میتونه اسلش چه میدونم مثلا 29 باشه، سابنتاشون میتونه یکی نباشه. ولی نکته مهم این هستش که این دوتا IP تو یک نتورک هستن و این خیلی مهمه که دوتا IP که دو سمت روترا ست میشه توی این اینترفیس ها حتما جفتشون توی یک نتورک باشن. الان در واقع IP که اینجا وجود داره با IP که اونور وجود داره جفتشون توی یک نتورک هستن و از این باید مشکل نداره. ولی تو OSPF اگه یه سمت /24 بود سمت مقابل رو هم باید /24 در نظر میگرفتم. توی OSPF اگه یادت باشه من در واقع هلو ها رو ست میکردم، اعداد هلو و دد اینتروال تو دو سمت تا یکی بود. ولی تو OSPF مهم نیست که هلو مثلا اینور 2 ثانیه باشه، هر 2 ثانیه باشه، اونور هر 10 ثانیه باشه، مهم نیست، جزء شروط همسایگی نیست. ولی تو OSPF اگه یادتون باشه این جزء شروط همسایگی محسوب میشد. بریم ادامه بدیم در واقع مبحث ERGRP خودمون رو. موقعی که میخوان دوتا روتر تشکیل همسایگی بدن با هم دیگه سلام میکنن، بسای هلور میفرستن، اگر اوکی بودن با هم تشکیل همسایگی میدن، اون 4 موردی که توی اسلاید قبلی گفتم برقرار بود. مورد بعدی اینه که بار اول فول روتینگ آپدیت میدن، هر چیزی که بلد هستن رو به همدیگه یاد میدن. بعد شروع میکنن هلوهای پریودیک، هلوهای منظم به همدیگه میفرستن، حالا بسته به اینکه تایم هلو به چه صورت باشه یا به صورت همون دیفالت خودش باشه، هی به همدیگه سلام میکنن تا مطمئن باشن همسایه هاشون آب هستن و فیل نشدن. و در صورتی که تغییر به وجود بیاد thần kinh không cho biết
nghe rõ chưa? Thần kinh không chập điếc. Bố phát rồi, bữa đéo góc rồi trời này bó.